با سلام خدمت دوستان گرامی، در خدمتون هستیم با جلسه نهم درس سازه های فولادی که به طراحی تیرها خواهیم پرداخت. تیرها عضوهایی هستند که تحت اثر نیروی عمود بر محور طولی خود قرار دارند و در اونها اثرات برشی و خمشی اثرات نیروهای برشی و خمشی ایجاد میشه و ما تیرها رو بر مبنای این خمش و برش طراحی خواهیم کرد. البته مهمترین پارامتر در تیرهای متعارف، یعنی تیری که حالا طولش به اندازه کافی بلند باشه، مهمترین عامل طراحی بچه‌ها خمش هستش تا اینکه برش باشه و معمولا در تیرهای متعارف خمش حاکم هست. ما در این جلسه که پارت اول طراحی تیرها هستش، در مورد حد اکثر ظرفیت خمشی تیر صحبت خواهیم کرد که لنگر پلاستیک باشه و بعدش بر این مبنا یک طراحی اولیه یک تیر رو انجام خواهیم داد که حالا در جلسات بعد مباحث دیگه‌ای که وجود داره رو خدمتتون میگیم. خب اول از همه تعریف یک عضو خمشی چی هستش؟ یک عضو خمشی همونجوری که عرض کردم یک عضوی هستش که اگر ما محور طولی اون رو ترسیم کنیم که این محور طولی با این خطی هستش که اینجا ملاحظه می‌فرمایید، یه خط قرمز یا نارنجیه، خیلی تو مانیتور نمیتونم تشخیص بدم، این خط رو اگر ما تار اولیه، تار خونسای، یعنی خطی که از مرکز سطحی است که از مرکز سطح میگذره رو به عنوان تار خونسا در نظر بگیریم، یعنی محور طولی این عضو باشه، اگر بارها عمود بر این محور باشه، مثل این بار گسترده که عمود بر محوره یا مثل این بار متمرکز که عمود بر محور هستش باشه، این همچین عضوی رو ما بهش در واقع عضو خمشی میگیم، بهش عضو خمشی یا بهش تیر میگیم. داخل تیر بچه‌ها ما دو تا نیرو ایجاد میشه، یکی نیروی برشی هستش و دیگری لنگر خمشی. پس داخل تیر ما نیروی برشی و لنگر خمشی رو داریم. وقتی که یه عضو تحت اثر خمش قرار میگیره خم میشه. ببینید این شکل پایینی که میبینید این در واقع بعد از خمش هستش که عضو دچار تغییر شکل شده و خم شده. حالا اگر یه المان کوچولو رو، یعنی یه جزء کوچیک رو که اینجا با حالا رنگ زرد نشون دادیم، این جزء کوچیک رو ازش جدا کنیم و بیاریم بیرون بکشیم، این جزئی که میبینیم این هستش که قبل از در واقع خمش هستش و این فرمی که میبینیم بعد از خمش هستش. البته ما نیروهای برشی رو هم اینجا داریم، نیروی برشی رو هم در این قسمت داریم که این نیروهای برشی معمولا اثراتش رو تغییر شکل این عضو خیلی ناچیز هستش، بنابراین این فرم تغییر شکل یافته‌ای که به این صورت هستش باعث میشه که در قسمت‌های پایین در کشش بیفته و در قسمت‌های بالا تحت اثر فشار قرار بگیره. پس ما در این وسط یک جایی داریم که نه در کشش میفته و نه در فشار میفته که بهش میگیم تار خونسا، نیوترال اکسیس هستش که با NA اون رو نشون میدیم. در مقاومت مصالح خوندیم که توزیع تنش به این صورت هستش که، خب عرض کردم خدمتون که قسمت‌های بالا تحت فشار قرار میگیره که اینجا نوشتیم، اینجا کمپرشن نوشتیم، یعنی تحت فشار قرار میگیره و دورترین تار در پایین تحت کشش قرار میگیره و این وسط هم تنشش صفره، بنابراین قسمت فشاری رو به کششی وصل کردیم، این توزیع تنش رو نشون میده داخل مقطع. در یه ارتفاع ایگرگ اگر بخوایم تنش رو استاب کنیم، مطابق دانش مقاومت مسالمون، این تنش سیگما زدی که اینجاست
برابر است با لنگر اینجا ام ایکس ضرب در ایگرگ که ارتفاع از تار خونسا باشه تقسیم بر آی ایکس، که حالا اگر بخوایم ماکسیموم تنش رو حساب کنیم به جای این ایگرگ در واقع فاصله دورترین تار از در واقع تار خونسا رو ما لحاظ میکنیم که سی هستش که اینجا نشون دادیم. اگر اینجا ما به جای ایگرگ سی بذاریم این میشه تنش ماکسیموم، سیگما ماکس رو میتونیم ازش به دست بیاریم. خب یک آزمایشی است، یه آزمایشی است که ما یه تیر رو، یک تیر فولادی رو که به این شکل هستش با طول مشخص تحت اثر یک بار متمرکز قرار میدیم. این بار متمرکز، این بار فشاری پی، پی رو ما از مقدار صفر کم کم زیاد میکنیم، افزایش میدیم، اینقدر افزایش میدیم تا از حد الاستیک عبور کنه، به محدوده غیر الاستیک برسه و ستون دچار شکست بشه. پس ما چی کار میکنیم؟ یک تیر دو سر ساده‌ای که به این صورت داریم، بار رو کم کم اینقدر زیاد میکنیم تا ستون دچار شکست بشه. خب میخوایم در واقع ببینیم در محلی که لنگر ماکسیموم هست، که در واقع در این وسط هست. چرا لنگر در این وسط ماکسیموم هست؟ ما نمودار لنگر رو اینجا ترسیم کردیم. عکس العمل تکیگاهی اینجا پی دوم هست. پی دوم ضرب در این طولم که ال دوم هست میشه پی ال چهارم، لنگر وسط، لنگر ماکسیموم میشه. پس لنگر ماکسیموم برابر با پی ال چهارم هستش و در وسط اتفاق میفته. ما میخوایم ببینیم در این محل لنگر ماکسیموم که از حالت صفر شروع میکنیم به بارگذاری، ببینیم در هر لحظه‌ای که اول بار کمه توزیع تنش به چه صورت هستش و با وقتی که بار زیاد میشه وارد محدوده پلاستیک میشه، یعنی محدوده غیر الاستیک میشه، چه رفتاری داره و در لحظه شکست چه اتفاقی میفته. چرا ما دنبال این هستیم که بفهمیم لنگری که در حالت شکست تحمل میکنه چقدره؟ چون ما مطابق با در واقع روش الارفتی، روش در واقع رابطه الارفتی به صورتی هستش که ما بایستی حد اکثر ظرفیت خمشی رو بایستی در تیر حساب کنیم، یعنی بفهمیم که یک تیر حد اکثر چه مقداری میتونه نیرو تحمل کنه و این حد اکثر نیرویی که میتونه تحمل کنه رو معمولاً به اسم مثلا حد اکثر لنگرش رو به اسم لنگر اسمی نامگذاری میکنیم و با یه ضریب فی اون رو اعمال میکنیم و میگیم فی ام ان بایستی بزرگتر از ام یو باشه، یعنی مقاومت کاهش یافته، یعنی حد اکثر چیزی که میتونه تحمل کنه رو بزرگتر از بارهای افزایش یافته بایستی بگیریم. بارهای افزایش یافته چجوری حساب میشه؟ اگه یادتون باشه از ماکسیموم انواع ترکیب بارها، مثلا 1.4 بار مرده، 1.2 بار مرده به اضافه 1.6 بار زنده. پس اون بار ام یو که لنگرهای حد اکثر هست مشخصه، ما بایستی حد اکثر ظرفیت خمشی رو حساب کنیم که اینجا ما حد اکثر ظرفیت خمشی، یعنی حد اکثر لنگری که تیر تحمل میکنه در لحظه شکست رو به این ترتیب بهتون میگیم که چجوری محاسبه میشه. خب وقتی که این بار کوچیک هستش، این بار کوچیک هستش، اصطلاحاً در محدوده الاستیک هستش، خب توزیع خمش این حالت مقاومت مساله هستش، یعنی یه توزیع خطی داره، سیگما ماکس یعنی حد اکثر تنشی که داریم که برابر با ام سی بر روی آی ایکس هستش، کمتر از اف وای هستش. ما شکل مقطع تیر رو هم مستطیلی فرض کردیم که سیگما ماکس اگر هر چی است کمتر از تنش تسلیمه، یعنی به تسلیم نرسیم. این حالت رو بهش میگیم حالت الاستیک. حالت دوم که این هستش بهش میگیم در واقع آستانه تسلیم. آستانه تسلیم چی هستش؟ آستانه تسلیم اون حالتی هستش که تنش ماکسیموم، این تنش ماکسیموم که در این دورترین تار اتفاق افتاده، برسه به تنش تسلیم. پس ما بار پی رو افزایش دادیم،
اون بار پی باعث افزایش لنگر میشه، این افزایش لنگر باعث افزایش تنش میشه، این افزایش تنش منجر به این میشه که در یه لحظه دورترین تار به تنش تسلیم برسه. به این لحظه میگیم آستانه تسلیم یا yielding threshold که آستانه تسلیم هستش. توی آستانه تسلیم ما اگر از همون رابطه تنش مساوی است با ام ای گرگ بر روی آی ایکس حساب کنیم، یعنی سیگما مساوی است با ام سی بر روی آی از این رابطه حساب کنیم، البته چون تنش ماکزیموم اف وای هستش، ما به جای تنش ماکزیموم اف وای قرار بدیم، لنگری که باعث تسلیم میشه رو میتونیم حساب کنیم. یعنی این لنگری که اینجا به تیر داخل تیر هستش که باعث میشه به تو دورترین تار به تسلیم برسه رو ما اسمشو گذاشتیم ام وای، ام ییلدینگ، لنگر تسلیم. خب این لنگر تسلیم رو هم اینجا قرار بدیم، این ام وای به دست بد، ام وای تو این حالت این سی بر روی آی ایکس که بره اونور معکوس میشه، میشه آی ایکس بر روی سی ضرب در اف وای، پس این ام ایگرگ به این صورت حساب میشه که این آی ایکس بر روی سی رو بچه ها بهش میگن ماجول مقطع، ماجول الاستیک مقطع، یا بهش میگیم اساس مقطع، اساس مقطع. پس اساس مقطع تعریفش چیه؟ به مومان اینرسی تقسیم بر دورترین تار دورترین فاصله از تار خونسا میگیم چی؟ اساس مقطع، که با اس اون رو نشون میده، پس این اس ایکس هستش. در نتیجه لنگر تسلیم میشه چی؟ میشه اف وای ضرب در اس ایکس. اف وای ضرب در اس ایکس چیه بچه ها؟ این لنگر تسلیمه. لنگر تسلیم چه لنگریه؟ لنگری هستش که باعث میشه که این مقطع تحت اثر بار پی که لنگرش افزایش پیدا میکنه، اگر این ام به ام وای برسه، یعنی دورترین تار جاری میشه، به لنگر جاری شدن رسیده. اگر با لنگر از این مقدار بیشتر بشه دیگه الاستیک نیست، دیگه الاستیک نیست. یعنی میتونیم بگیم که در محدوده الاستیک واسه اینکه الاستیک بمونه بازی لنگر ما حالا کوچکتر یا مساوی ام وای باشه، این دوتا حالت الاستیک هستش، یعنی کل مقطع الاستیک باقی میمونه. بایستی بدونید بچه ها داخل یه تیر اون جایی که الاستیک هست بار تحمل میکنه، جایی از مقطع از حالت الاستیک خارج بشه دیگه بار نمیتونه تحمل کنه. مثل کی؟ مثل این حالت که لنگر ما، اینجا لنگر ما از ام وای بیشتر میشه، یعنی ما لنگر رو باز، اون بار رو باز افزایش دادیم، لنگر ما از لنگر تسلیم بیشتر شده. و چه اتفاقی افتاده بچه ها؟ خب این گفتیم در لحظه تسلیم فقط دورترین تار به اف وای رسیده، ولی وقتی که لنگر ما از ام وای بیشتر بشه یه سری تارها از بالا جاری میشه و وارد محدوده پلاستیک میشه و یه سری تارها هم از پایین جاری میشه و وارد محدوده پلاستیک میشه و فقط یه قسمت وسط الاستیک باقی میمونه که به این قسمت وسط در اصطلاح هسته الاستیک میگن، این الاستیک کور هستش، یه هسته الاستیک هستش که این محدوده پلاستیک بچه ها دیگه بار تحمل، لنگر تحمل نمی کنه. این قسمت چی؟ لنگر تحمل نمی کنه. پس اگر لنگر ما زیاد بشه کجا وارد محدوده پلاستیک میشه؟ از بالا و پایین وارد محدوده پلاستیک میشه، از باربری خمشی حذف میشه و فقط این هسته الاستیکه که فعلا میتونه لنگر تحمل کنه. خب اگر ما اینقدر بار رو زیاد کنیم، اینقدر بار رو زیاد کنیم که تمام هسته الاستیک از بین بره، کل مقطع بشه هسته پلاستیک، کل مقطع بشه هسته پلاستیک، به این لنگری که باعث بشه تمام تارهای مقطع جاری بشه بهش میگن چی بچه ها؟ بهش میگن لنگر پلاستیک مقطع، ام پی اون رو نشون میدیم. تو این حالت قبلی گفتیم که لنگر ما مابینه بیشتر از لنگر تسلیمه و کمتر از ام پی هستش، ام پی اینجاست که فولی پلاستیک هستش، حالتی هستش که کل مقطع پلاستیک میشه، حالتی هستش کل مقطع پلاستیک میشه. تو عالم واقعیت بچه ها معمولا توی قسمت مرکز کلش
نمیتونه به تنش تسلیم در واقع تسلیم برسه، ولی خب باز ما اون رو ام پی میگیم، یعنی توزیع تنشی که اینجا مستطیلی هستش ممکنه یه همچین حالتی بشه، ممکنه یه همچین حالتی بشه که ما این رو در واقع در حالت ایدال به همین صورت کاملا اف وای در فشار و اف وای در کشش باعث لنگر پلاستیک در مقطع میشه، باعث تجاری شدن کل تارای مقطع میشه که لنگری که باعث این کار میشه رو بهش میگیم لنگر پلاستیک مقطع. این لنگر پلاستیک مقطع رو ما حالا در اسلاید بعدی حساب میکنیم که برابر با اف وای ضرب در زد ایکس میشه. اف وای تنش تسلیم، زد چیه؟ اساس مقطع پلاستیک، که حالا در اسلاید بعدی اینو توضیح میدم. فقط میخواستم بگم که این ام پی شبیه ام وای هستش از لحاظ شکل رابطه، یعنی ام وای میشه تنش ضرب در اساس مقطع الاستیک، ولی ام پی میشه تنش ضرب در اساس مقطع پلاستیک. اینجا ام وای اف ضرب در اس ایکس میشه، اینجا اف وای ضرب در زد ایکس میشه. خب ما تعریف مربوط به نحوه محاسبه ام پی رو خدمتتون میگیم. پس این چهار تا حالتی که میبینید در واقع با افزایش بار هستش. وقتی که بار کم الاستیک به آستانه تسلیم میرسه، بعد تبدیل میشه به لاستو پلاستیک و بعد میشه فولی پلاستیک. این نحوه تشکیل در واقع رسیدن به ام پی هستش. یه جایی از مقطع به این ام پی برسه اصطلاحاً بهش میگن مفصل پلاستیک شده. چرا بهش میگن مفصل پلاستیک شده؟ چون اگر ما در یه نقطه از تیر به اینجا برسیم، دیگه به ازای لنگر بیشتر از ام پی که دیگه تحمل نمیکنه، بیشتر از ام پی رو که دیگه مقطع تحمل نمیکنه، دیگه همه تارها جاری شده. بنابراین به ازای لنگر بیشتر از ام پی این مشابه یه مفصل عمل میکنه و این میچرخه. یعنی در این نقطه انگار که یه مفصلی ایجاد شده. کی؟ وقتی که این مقطع به ام پی برسه. پس وقتی که ما به ام پی برسیم، این وسط ما انگار یه مفصلی ایجاد شده و با پی، با افزایش بار پی، تغییر شکل زیادی داخلش در واقع ایجاد میشه که این تغییر شکل زیاد ممکنه منجر به شکست تیر بشه. اگر بار بیشتر از در واقع پی ما بیشتر از در واقع ایجاد لنگر پلاستیک بشه، یعنی تغییر شکلی که در تیر ایجاد میشه یه دفعه اصطلاحاً یه مکانیزم اینجوری داخلش ایجاد میشه که این مکانیزم که میبینیم ممکنه منجر به شکست تیر بشه که میشه معمولا. پس این اینجا مفصل اول، مفصل پلاستیک ایجاد میشه. مفصل پلاستیک کی ایجاد میشه؟ وقتی که تمام تارها جاری بشه. وقتی که تمام تارها جاری شد، این به این صورت دچار تغییر شکل میشه و دچار شکست میشه. یه نکته‌ای که یادم رفت بگم که اینه که نمودار تنش کرنشی که اینجا کلن از این به بعد میگیرم در کل فولاد به صورتی هستش که ما از قسمت سخت شوندگی مجدد صرف نظر کردیم. یعنی ما اگه یادتون باشه تو نمودار تنش کرنش گفتیم که ما یه قسمت سخت شوندگی مجدد داریم، یه نرم شوندگی داریم و بعد به گسیختگی میرسیم، ولی کلا داخل آیین‌نامه فولاد از این قسمت سخت شوندگی مجدد صرف نظر شده و اصطلاحا نمودار تنش کرنش رو به صورت دو خطی در نظر گرفته، بای لینیر در نظر گرفته. بایلینیر یعنی دو خطی. حالا بهش میگن الاستوپلاستیک دو خطی، هم محدوده الاستیک رو داره هم پلاستیک رو داره، دو خطی. الاستوپلاستیک بایلینیر در نظر میگیرم. خب یک نمونه از تشکیل مفصل پلاستیک رو در این اسلاید میبینید، در این تیری که اینجا میبینید بچه ها توی آزمایشگاه بوده. توی آزمایشگاه ما معمولا قبل از آزمایش میایم یک در واقع رنگ سفید رنگ که یک اکسید خاص هستش رو، این رنگ سفید رنگی که اینجا ملاحظه میفرمایید رو به در واقع با این رنگ میپوشوننش و بعد تحت اثر بار قرارش میدن. حالا یه بار مثلا معمولا تو آزمایشگاه تحت اثر یه جک هیدرولیکی مثلا
یه نیروی بالا پایین ایجاد میکنن که این نیرو بالا پایین اول با مقدار کم و بعد یه در افزایش پیدا میکنن تا موقعی که حالا این حالا تیر یا سازه بتونه تحمل کنه. خب این یه تیری هستش که بعد از آزمایش اتفاق در واقع میبینیم. همونجوری که عرض کردم خدمتتون، این رنگ خاص که به شکل یک اکسیدی هستش، وقتی که تحت اثر در واقع تغییر شکل‌های کرنش زیادی قرار بگیره، در واقع این رنگ‌ها می‌ریزه. یعنی این جاهایی که می‌بینید سیاه شده رنگ ریخته، جاهایی که سیاه شده در واقع کرنش‌هاش زیاد بوده. یعنی چی؟ یعنی به کرنش‌های پلاستیک رسیده، یعنی اینجا جاری شده. پس این می‌بینید کل مقطع جاری شده، یعنی این مقطع همش به MP رسیده. ولی نکته‌ای که هست، ببینید تو این مقطع ما به MP رسیدیم در این مقطع، و یه نکته‌ای که هست اینه که MP فقط در یه مقطع نیست، بلکه در یه ناحیه است. یعنی در یه مقطع کوچولو جلوترش هست، در یه مقطع کوچولو. ببین الان در این مقاطعی که من قائم کشیدم کل مقطع به MP رسیده، ولی مثلا در این ناحیه چی شده؟ در این ناحیه که میبینید که حالا رنگش رو عوض کنم، مثلا در این ناحیه آبی رنگ، در این ناحیه آبی رنگ بچه ها چیه؟ یه مقطع دیگه است. در این مقطع دیگه این قسمت بالا جاری شده، ولی قسمت وسط چی شده؟ هسته الاستیک باقی مونده. یعنی این تارهای سیاه رو که کشیدم به MP رسیده، ولی این یکی چیه بچه ها؟ تو حالت الاستوپلاستیکه. اینجا حالت اینجا هم الاستوپلاستیک، ولی اینجا دیگه چیه؟ حالت الاستیکه. این حالت الاستیک هستش که حالا رنگش رو با رنگ مثلا سبز نشون میدم. پس دیدید ما حالتهای مختلف رو خدمتتون گفتیم. حالت الاستیک یعنی سالم بمونه. حالت الاستیک سالم هستش. حالت الاستوپلاستیک اینه که قسمت‌های وسط سالمه، از بالا و پایین دچار خرابی شده، و پلاستیک کامل که دیگه چی شده بچه‌ها؟ تمام تارها جاری شده. که معمولاً عرض کردم خدمتتون ما معمولاً این در واقع مقطع میگیم، ممکنه چند مقطع در طول همشون در واقع در یک طولی ما پلاستیک شده باشه و در طولی بعد در یه طول دیگه الاستوپلاستیک رو داشته باشیم. و خلاصه این که ما این ناحیه‌ای که تبدیل به پلاستیک میشه یه ناحیه یه نقطه ثابت نیست، بلکه یک ناحیه است، یک رژیون. اصطلاحاً ما به این رژیون میگیم پلاستیسیتی رژیون، ناحیه پلاستیکی شدن. بنابراین ناحیه‌ای که جاری میشه یک ناحیه گسترده است، این ناحیه گسترده که به این ناحیه گسترده میگن پلاستیسیتی رژیون، ناحیه جاری شدگی میشه. که حالا این ناحیه جاری شدگی رو حالا بماند، اینجا یه پدیده‌های دیگه هم ایجاد شده، مثلا بال اینجا کج و معوج شده که عرضم به حضورتون. این که حالا نوشتم پلاستیک رژیون همین شکلی بود که اینجا دیدی، پلاستیک رژیون یا پلاستیسیتی رژیون، این ناحیه است که میبینید. که حالا من این رو اجازه بدید که کم رنگ کنم و داشته باشید. این ناحیه پلاستیسیتی رژیون هستش که داریم. این قسمت ها که پایین که میبینید این بال کج و معوج شده، این رو بهش میگن کمانش موضعی بال تیر. که این بحث کمانش موضعی رو ما جلسه بعد خدمتتون میگیم، و حالا باعثی فقط این مد نظرتون باشه که این کج شدگی بال که کمانش موضعی بود که توی بحث ستون ها هم داشتیم، ما بحث کمانش موضعی رو واسه این که ازش فرار کنیم در ستونها، بحث فشردگی مقطع رو گفتیم که در ستونها گفتیم که حالا ستونها لاغر هستن یا فشرده یا غیر فشرده، که در آیین‌نامه ایران فشرده و غیر فشرده رو اسمشو گذاشتیم غیر لاغر. و
حالا اونایی که دیگه خیلی اوضاعشون خراب هستش، مثل اینجا که در تحت اثر بارهای متعارف ممکنه دچار کمونش موضعی بشه، بهش میگفتیم جزء لاغر، یعنی این بال لاغر بوده که این اتفاق براش افتاده و این تغییر شکلی که اینجا میبینید توش اتفاق، این کج شدگی داخل بال اتفاق افتاده، این بهش میگن کمانش موضعی. این کمانش موضعی توش اتفاق افتاده. در تیرها هم نبایستی این پدیده اتفاق بیفته، کی؟ تحت اثر بارهای متعارفی که داریم، که حالا بحث مربوط به در واقع فشردگی مقطع رو ما حالا انشالله جلسه بعد خدمتتون میگیم. این جلسه عمده بحثمون میره در مورد نحوه محاسبه MAP، ما چجوری میتونیم این لنگر پلاستیک مقطع، یعنی حد اکثر لنگری که مقطع میتونه تحمل کنه رو حساب کنیم. خب بریم سراغ نحوه محاسبه MAP. خب پلاستیک مومنت آف دی سیکشن، یعنی لنگر پلاستیک مقطع، لنگر پلاستیک مقطع رو ما با MAP نشون میدیم. یه شکل مقطعی رو به صورت کلی در نظر بگیر، مثلا در این شکل ما شکل مقطع به چه صورت؟ مقطع آی شکله. پس مقطع آی شکل، این مقطع در نظر داشته باشید، این مقطع آی شکله. اینجا من یه مقطع کلی کشیدم، هر شکلی داشته باشه، البته با یه محور تقارن در نظر بگیر، یعنی حول محور، چون اگه تقارن نداشته باشه این تار خونساش ممکنه و افقی نباشه که ما نمیخوایم وارد این داستانا بشیم. این رو فرض کنید یه محور تقارن داره این مقطع و تحت اثر خمش قرار گرفته، یک لنگر مثبت قرار گرفته. لنگر مثبت باعث میشه تارهای بالا فشرده بشه و تارهای پایین کشیده بشه. این تحت اثر پس یه لنگر مثبت هستش و به MAP رسیده، و به MAP رسیده، یعنی لنگری که اینجا اعمال شده چه لنگری هستش؟ بچه ها لنگر MAP هستش. این لنگری که اینجاست لنگر، فرض کنید که MAP هستش، این لنگری که اینجاست. خب این قسمت های بالا، حالا ما این رو برعکس میکشیم چون لنگر مثبته، لنگر مثبت سرش رو به بالاست، این لنگر مثبته. لنگر مثبت باعث میشه که قسمت‌های پایین کشیشی بشه و قسمت‌های بالا فشاری بشه. خب این لنگری که اینجا می‌بینید در واقع چه لنگری بوده که باعث شده که تمام تارهای مقطع جاری بشه؟ لنگر MAP بوده. دنبال محاسبه MAP هستیم. این لنگری که باعث این توزیع تنش شده. خب واسه اینکه این لنگر رو حساب کنیم، ما برایند این تنش‌ها رو در واقع می نویسیم. همون جوری که می دونید تنشی که اینجاست FY ضرب در مساحتی که این تنش بهش اعمال میشه، میشه نیرو، که اون رو با سی نشون دادیم، یعنی نیروی فشاری. دو قسمت بالا ما فرض کردیم تار این قسمت فشاری هستش، مساحتش رو با IC نشون دادیم، و این قسمت کششی هستش و مساحتش رو با IT نشون دادیم. کامپرشن و تنشن، همینجا که نوشتیم این کامپرسیو استرس و این هم تنشن استرس هستش، و این برآیند این تنش ها رو فرض کنید که شده در واقع مساحت شده AC، بنابراین نیروی ناشی از این تنش های فشاری میشه مساحت ضرب در تنش، IC ضرب در FY، و از اون طرف هم برای کششی همین رابطه رو میتونیم بنویسیم. برایند نیروهای کششی میشه مساحت ضرب در تنش جاری شدن که مربوط به MAP هستش، و این رو در واقع تیم میشه و کجا قرارش میدیم؟ در مرکز سطح کششی. و این نیروی فشاری رو کجا قرار میدیم؟ در مرکز سطح فشاری. مرکز سطح فشاری فرض کنیم فاصلهش تا تار خونسا YC باشه، و اینجا هم فاصله بازوی در واقع نیروی کششی تا تار خونسا رو با ایرگ تی نشون میدیم. نکته ای که هست این تار خونسایی که هست که با در واقع با PA نشونش میدیم، پلاستیک نیوترال اکسیز هستش، این تار خونسایی که اینجا داریم دیگه اون تار خونسای حالت عادی مربوط به تار خونسای الاستیک ممکنه نباشه. ما این رو حالا اسمشو گذاشتیم PA
که خواهیم دید که مثلا نحوه محاسبه PA با تعریف نحوه محاسبه NA یکی نخواهد. و NA کجا اتفاق میفته؟ در مرکز سطح. شما مرکز سطح رو حساب کنید، همون تار خونسا هستش در تیرها، اگر البته اگر مقطع ما از یه جنس باشه. پس تار خونسا کجاست بچه‌ها؟ تار خونسا در مرکز سطح. ولی تار خونسای پلاستیک کجاست؟ ما نمیدونیم. این جلسه در واقع اینجا این قسمت پایین ما این رو گفتیم. خب ما برای این مقطعی که به این صورت هست میتونیم تعادل نیرو و تعادل لنگر رو بنویسیم. اگر تعادل نیرو رو بنویسیم، خب یه نیروی C هستش فقط و یه نیروی T هستش، یه C هستش و یه T هستش. سیگما اف ایکس مساوی با صفر، نتیجه میگیریم C و T یکیه. C خودش میشه اف وای ضرب در آی سی و T هم میشه اف وای ضرب در آی تی، که اف وای با اف وای ساده میشه. یک رابطه مهم میرسیم، اینه که مساحت قسمت فشاری بایستی برابره با مساحت قسمت کششی بشه، که از این چی رو تعیین میکنم بچه ها؟ محل تار خونسای پلاستیک رو، که اون رو محل تار خونسای پلاستیک رو با ایگرگ پی نشون میدیم. ایگرگ پلاستیک دیگه مثل حالت تار خونسای الاستیک نیست، تار خونسای الاستیک رو با ایگرگ بار نشون میدادیم، ولی اینجا با ایگرگ پی حساب میکنیم. پس از این به بعد دوستان عزیزم بایستی دقت بفرمایید که تار خونسای پلاستیک کجا اتفاق میفته؟ جایی اتفاق میفته این تار خونسای پلاستیک که مساحت مقطع رو نصف کنه، یعنی نصف مساحت مقطع بالا باشه، نصف مساحت مقطع پایین باشه. پس ایگرگ پی خیلی آسون جایی اتفاق میفتد که مساحت رو نصف کنه، نصف کششی و نصف فشاری. خب حالا اگر ما تار خونسای ایگرگ پی رو متوجه شدیم که کجاست، یعنی این محلش مشخص شد، حالا لنگر خیلی آسون حساب میشه. MP میشه این نیرو ضرب در بازوش به اضافه این نیرو ضرب در بازو، یعنی نیروی فشاری ضرب در بازوی فشاری، نیروی کششی ضرب در بازوی کششی، که به این صورت هستش. پس MP میشه بازوی فشاری، نیروی فشاری ضرب در بازوی فشاری. دیگه این در واقع ایرگسی معلومه، چون ما تار خونسای پلاستیک رو معلوم کردیم، و نیروی کششی ضرب در بازوی کششی. خود سی برابر با آی سی اف وای و خود تی هم آی تی اف وای، که از یه اف وای فاکتور گرفته شده. پس ام پی میشه اف وای ضرب در مساحت فشاری در بازوی فشاری به اضافه مساحت کششی در بازوی کششی، که به این پارامتر که دورش خط کشیدیم بهش میگیم اساس مقطع پلاستیک. پس این زد ایکس اساس مقطع پلاستیک. اساس مقطع پلاستیک پس تعریفش چیه؟ میشه مساحت قسم مساحت ضرب در مساحت فشاری در بازوی فشاری، مساحت کششی در بازوی کششی. خب به این صورت پس نتیجه این رو با زد ایکس نشون میدیم که ام پی میشه اف وای در زد ایکس، که البته بچه ها این زد ایکس راحت تر هستش که به جای این که به این صورت نوشته بشه، یعنی قسمت فشاری رو یه تیکه در نظر بگیریم ضرب در بازو بشه، اگر ما مساحت قسمت فشاری رو مثلا اگر چند تا تیکه مستطیلی بود بگیم مساحت هر تیکه ضرب در بازوش به اضافه مساحت تیکه بعدی در بازوش، و کلن اگر چند تیکه بود این رو ما زد رو به این صورت اگر بنویسیم راحت تر هستش. پس این رابطه زد ایکس هستش که ما در تمارین و تکالیف که ازتون میخوایم ازش استفاده میکنیم. زد میشه چی؟ میشه مساحت هر جز ضرب در فاصلهش تا تار خونسای پلاستیک. این ایگرگ پی آی به معنای اینه که فاصله مقطع از تار خونسای پلاستیک هستش. پس زد ایکس میشه مساحت هر مقطع ضرب در تار خونسای پلاستیک. حالا امیدوارم تا اینجای کار رو تا حدی متوجه شده باشید که الان وقتی که وارد الان مثال میشیم دیگه این قسمت ها رو بهتر متوجه خواهید شد. خب تار خونسای پلاستیک و تار خونسای الاستیک به صورت کلی در یک نقطه قرار نمیگیرن. تار خونسای پلاستیک رو ما با ایگرگ پی نشون میدیم و تار خونسای در واقع الاستیک رو با ایگرگ بار، یعنی این مرکز سطح و تار خونسای پلاستیک ایگرگ پی هستش که گفتیم جایی هستش که مساحت مقطع رو نصف میکنه. اگر ما یه مقطع متقارن داشته باشیم، سیمتریک کراس سکشن باشه مثل مقطع آی شکل،
خب میدونیم مرکز سطحش وسط دیگه و تار خنثی پلاستیک یعنی جایی که مساحت رو نصف میکنه باز وسطه. پس لطفاً دقت بفرمایید که در حالتی که مقطع ما متقارن هست، تار خنثی الاستیک با تار خنثی پلاستیک هر دو تا یه جا اتفاق میفته و وسط. ولی وقتی که مقطع ما نامتقارن باشه، اسیمتری کراس سکشن باشه، نامتقارن باشه، تار خنثی الاستیک ایگرگ بار با تار خنثی پلاستیک ایگرگ پی دیگه یکسان نیستن، یکسان نخواهند بود، این دوتا متفاوت هستن. فقط یه نکته ای که هست اینه که سمتی که مساحت متمرکز تری داریم، مثلا اینجا یه مساحت بزرگی این سمت هست، همیشه تار خنثی پلاستیک به اون سمت متمایله، به این نزدیکتره و تار خنثی الاستیک از اون دورتره. نحوه حالا قرارگیری اونها همیشه به این صورت هستش که تار خنثی پلاستیک به سمت جایی که مساحت متمرکز شده، مثل اینجا یه بال بزرگی داریم، این تار خنثی پلاستیک نزدیکتره و الاستیک دورتره. این رو پس لطفاً دقت بفرمایید. خب بریم سراغ مثال اول که یک محاسبه ایگرگ پی یک مقطعی هستش. خب در این در واقع ام پی یک مقطعی هستش، لنگر پلاستیکی یک مقطع هستش. در شکل زیر که یک مقطع رو نشون دادیم، یک مقطع رو نشون دادیم و می‌خوایم ام پی اون رو حساب کنیم. فولاد استفاده شده ST37 به معنای اینه که اف وای برابر با 2400 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و ام پی رو بایستی حساب کنیم. خب این مقطع اولا بچه‌ها نامتقارنه، چون نامتقارنه بایستی حتما ایگرگ پی رو براش حساب کنیم. ایگرگ پی هر چی هست، مثلا فرض کنید این ام پی باشه، این پی ای باشه، تار خنثی پلاستیک باشه، تار خنثی پلاستیک اگر اینجا باشه، تار خنثی الاستیک کجاست؟ تار خنثی الاستیک بچه ها پایین تره. چرا؟ چون ما مساحتی که این ور داریم 16 دوتا، 32 تا، شون مساحتی که اینجا داریم 2 تا 12 24 تا، مساحت این ور بیشتر متمرکز شده، پس تار خنثی پلاستیک به این سمت نزدیکتره و تار خنثی الاستیک به این سمت یکم دورتر میشه. پس تار خنثی الاستیک مثلا یه همچین فرمی میشه، این تار خنثی الاستیک میشه، NA میشه. پس این نیوترال اکسیس تار خونسا و این هم پلاستیک اکسیس هستش که میبینید به سمت مساحت نزدیکتر هستش. خب پس در این مثال بچه ها تار خونسای پلاستیک حتما به سمتی که مساحت بزرگتری داریم نزدیکتر هستش. ببینید این سمت مساحتش 16 دوتاست و این سمت 12 دوتاست، پس این سمت مساحت بزرگتری داریم، پس تار خنثی پلاستیک به این نزدیکتر هستش و تار خنثی الاستیک دورتر هستش که ما میریم حساب میکنیم و این رو نشونتون خواهیم داد، یعنی دقیقا مقادیر رو حساب میکنیم و نشون میدیم که همین اتفاق هم افتاده. خب میریم سراغ محاسبه تار خنثی پلاستیک. اولین گام بچه ها محاسبه تار خنثی پلاستیکه. پس اولین گام تو محاسبه MAP چیه بچه ها؟ یک، محاسبه تار خنثی پلاستیک، پیدا کردن پلاستیک نیوترال اکسیس. اولین گام اینه، یعنی پیدا کردن پی ای، یعنی ایگرگ پی در واقع پی ای یا چی بچه ها؟ ایگرگ پی، پیدا کردن پی ای تار خنثی پلاستیک یا همون ایگرگ پی هستش. خب چجوری ایگرگ پی رو حساب میکنیم بچه ها؟ بهتون گفتیم که مساحت در واقع تار خنثی پلاستیک این ایگرگ پی که محل ان پی هستش کجا اتفاق میفته؟ جایی اتفاق میفته که مساحت رو نصف میکنه. مساحت هر چی هست نصفش بالا بایستی بیفته، نصفش پایین این ایگرگ پی بایستی بیفته. پس ما اول بایستی بدونیم که مساحت کل چقدره. مساحت کل، خب مساحت کل میشه 2 ضرب در 16 به اضافه مساحت جان که 20 در 1
20 در 1 مساحت جان هستش، 20 در 1 این 20 در 1 که اینجا میبینید 20 در 1 مساحت جانه، مساحت جان هستش، و 12 ضرب در 2 مساحت بال پایینه که حاصل جمعش میشه 76. خب مساحت قسمت بالا که حالا مثلا با آی سی نشون دادیم یا آی تی، با مساحت قسمت پایین که حالا آی سی آی تی است، برابر با نصف مساحت کله، یعنی آی سی مساوی با آی تی برابر با 76 دومه که میشه 38. حالا ما این ریگ پی رو میخوایم حساب کنیم، این قسمت خط چین رو، ما بر اساس این ایگرگ پی مساحت رو می نویسیم، یعنی قسمت هاشور زده، و مساحتش رو برابر با چی می گیریم؟ برابر با نصف مساحت کل، یعنی برابر با 38 می گیریم. خب اگر این ایگرگ پی باشه بچه ها، ایگرگ پی باشه، این ارتفاع میشه چقدر؟ این ارتفاع از اینجا تا اینجا، خب کلش ایگرگ پیه، این ارتفاع هم 2 سانته، پس این ارتفاع از اینجا تا اینجا میشه ایگرگ پی منهای 2. پس مساحت قسمت هاشور زده بر اساس یه رابطه بر اساس ایگرگ پی نوشته میشه که میشه 2 تا 12 تا به اضافه ایگرگ پی منهای 2 ضرب در ضخامت اینجا هم که 1، پس این میشه مساحت قسمت هاشور زده. مساحت قسمت هاشور زده بایستی چقدر بشه؟ برابر با نصف مساحت کل که 38 باشه، که از اینجا یه معادله یه مجهول ایگرگ پی به دست میاد، 2 تا 12 تا میاد این ور، 38 منهای 24 میشه 16، این 2 هم میره اون ور میشه، عوض میخواه میشه 14، 2 تا بهش اضافه میشه 16، ایگرگ پی میشه 16. پس ایگرگ پی به این صورت به دست اومد، ایگرگ پی برابر با 16 سانتیمتر شد. خب ما اینجا ایگرگ آر رو چه ایگرگ بار رو حساب نکردیم، پس به این صورت ایگرگ پی به دست اومد تا ارتفاع بچه ها چی؟ 16. حالا میرو سراغ MAP، محاسب گام دوم، محاسبه MAP، MAP هستش. پس گام دوم محاسب، پس اول ما همیشه تار خنثی پلاستیک رو حساب میکنیم، گام دوم میایم محاسبه چی میشه؟ calculation میشه محاسبه، calculation of مومنت پلاستیک مومنت آف دیستکشن. خب محاسبه لنگر پلاستیک مقطع، یعنی MAP. واسه MAP باستی اول زد رو حساب کنیم، و بعد از اینکه زد رو حساب کردیم MAP به دست میشه FY ضرب در زد. خب ببین بچه ها، ما تار خنثی پلاستیک رو به دست آوردیم، شد 16، شد 16. این قسمت بالا بچه ها، این قسمت بالا 2 تیکه داره، یه تیکه مستطیلی و یه تیکه مستطیلی اینجا. قسمت پایین هم 2 تا مستطیل داره، یه مستطیل یه مستطیل هم اینجا. من این قسمت ها، ببینید در واقع ما 4 تا قسمت داریم، یه قسمت 1 که وسطش رو با این ضرب در نشون دادم، قسمت 2 که وسطش رو با این ضرب در نشون دادم، این قسمت 2، این قسمت، قسمت 3 این قسمت بالا هستش، قسمت 3 که وسطش رو با ضرب در نشون دادم، و قسمت 4 همین قسمت بالاست که وسطش رو با ضرب در نشون دادم. بچه ها مساحت هر کدوم از این 4 تا تیکه، یعنی مساحت یه تیکه اول ضرب در فاصلش تا تار خنثی، ببین این میشه آ ضرب در ایگرگ پی، یعنی مساحت 1 12 در 2 ضرب در فاصلش که 15 است، به اضافه مساحت 2 ضرب در فاصلش که 7، مساحت 3 ضرب در فاصلش که 3 هستش، و مساحت 4 ضرب در فاصلش که 7 هستش، میشه ای زد. پس زد خیلی راحت حساب میشه، زد میشه مساحت هر جزء ضرب در فاصله اون جزء تا تار خنثی. ببین ما هر جزئی که داریم، هر جزء مثلا یه جزءه، فاصلهش تا تار خنثی یه مقداری میشه، یه ایگرگی میشه، یه فاصله ای میشه، یه فاصله ای میشه، یه فاصله ای میشه. پس ببینید این مساحت، در واقع اینی که میبینید این مساحت، این مساحت آی آیه، و این فاصله
این فاصله هم ایریگ پی آی هست. ببین پس بچه ها اینجوریه، هر قطعه یه مساحت داره و یه فاصله داره، جمع تمام مساحت ضرب در فاصله میشه زد. پس زد خیلی راحت حساب میشه، زد خیلی راحت حساب میشه. ما اگر 7-8 تا قطعه داشته باشیم، مساحت هر قطعه ضرب در فاصلهش به اضافه مساحت قطعه بعدی ضرب در فاصلهش. به همین صورت اینجا ما 4 تا قطعه داریم، 4 تا قطعه داریم. با توجه به اینکه این 16 سانته، این قطعه ارتفاعش 14 سانت میشه، فاصلهش میشه چی؟ میشه نصف 7. اینکه کلش 20، اینم 14 است، این قسمت میشه ارتفاع 6، فاصلهش نصفش میشه 3. خب این قسمت هم در واقع یه 6 سانت هست، فاصلهش با نصف این فاصله هم که نصف این دو هم که میشه 1، فاصله اینجا هم تا اینجا 7ه و این فاصله که همش از اینجا تا اینجا 14 است، به اضافه 1 سانت این فاصله میشه 15. پس مساحت هر قطعه ضرب در فاصلهش میشه زد. پس زد خیلی آسون حساب میشه، مساحت هر قطعه ضرب در فاصله، مساحت هر قطعه ضرب در فاصله، که من اینجا مساحت یک قطعه کلی رو نوشتم، فاصلهش رو هم نشون دادم. خب حالا قطعه یک، اول قطعه یک که میشه 12 ضرب در 2، این 12 ضرب در 2 مساحت قطعه یکه. من الان مساحت ها رو با قرمز نشون میدم. 12 ضرب در 2 مساحت قطعه یک، ضرب در 15 که فاصلهش هستش، این مساحت قطعه یک ضرب در فاصله. حالا قطعه 2 که این قسمت جان هستش میشه 14 ضرب در 1، 14 در 1 خیلی میره جلو، 14 در 1 و 14 ضرب در 1 مساحت قطعه 2 هستش، فاصلهش هم چقدره؟ فاصلهش هم میبینید که این قطعه 2، این قطعه 2 فاصلهش چقدره؟ فاصله مرکزش تا اینجا 7. و مساحت قطعه 3 هم ارتفاع 6، ضخامتش 1، 6 در 1 فاصلهش هم چقدره؟ فاصلهش هم 3 هستش. پس اینجا 6 در 1، 6 در 1 مساحت و 3 فاصله است. و قطعه آخر هم 16 در 2 فاصلهش هم که 7 هستش. به این صورت ما زد رو تونستیم حساب کنیم، مساحت هر قطعه ضرب در فاصلهش یه میزان حاصل شده 700 سانتی متر به توان 3. زد که به دست اومد، اف وای ضرب در زد ایکس برابر با چی میشه؟ برابر با ام پی میشه. پس اف وای هم که خود صورت مسئله گفته که فولاد ما SC37، بنابراین اف وای 2400 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است، ضرب در 700 مقدارش به دست اومده 1,680,000 تا، که ارزم به حضورتون، یا 168,000، نه 1,600,000 تا، 1000 تا کیلوگرم در سانتی متره. که حالا به جای کیلوگرم ما اگر تن بنویسیم، سه رقم اعشار ازش کسر میشه بر حسب تن. اگر سانتی متر رو هم بر حسب متر بنویسیم، دو رقم اعشار دیگه ازش کسر میشه. پس کلا 5 رقم اعشار میاد عقب، حاصلش میشه 16.8 تن بر متر. پس بنابراین بچه‌ها کیلوگرام سانتی متر بخوایم به تن متر تقسیم تبدیل کنیم، باید 5 رقم اعشار بیاریم عقب، 1, 2, 3, 4, 5، این که حاصلش میشه 16.80، 16.8 تن متر. این لنگر پلاستیک مقطع است، یعنی این مقطعی که به این صورت میبینید بچه ها، حد اکثر لنگری که میتونه تحمل کنه ام پی هستش که به این صورت تونستیم حسابش کنیم. خب این لنگر پلاستیکی به این صورت حساب شد، عرض کردیم حد اکثر لنگری هستش که تیر میتونه تحمل کنه. ما از این لنگر عضو میخوام، در این ادامه ما ایگرگ بار رو هم حساب کردیم، فقط این در واقع جنبه آموزشی هستش، چون خود صورت مسئله گفته بود که فقط ام پی رو حساب کنیم، ما در ادامه این رو هم حساب کردیم. برای محاسبه لنگر تسلیم مقطع، یعنی ام وای، ما بایستی اول اساس مقطع رو حساب کنیم. تنش ضرب در اساس مقطع میشه، تنش تسلیم ضرب در اساس مقطع میشه لنگر تسلیم. این لنگر تسلیم قاعدتا بایستی کوچیک‌تر از ام پی باشه، چون اول لنگر تسلیم میرسیم و بعد به لنگر پلاستیک میرسیم. خب اول ایگرگ بار مقطع رو حساب کردیم، ایگرگ بار میشه مساحت هر قطعه ضرب در
فاصله اون قطعه تا تار خون تا حالا یه مبدأ اختیاری تقسیم بر مساحت کل مقطع که مساحت کل مقطع 76 هستش. خب ما اینجا سه تا قطعه داریم، سه تا قطعه کلی، مساحت قطعه 1 12 ضرب در 2 هستش، فاصله اش هم یعنی فاصله ضرب در تا پایین هم 1، قطعه 2 مساحتش 20 در 1 فاصله اش تا پایین برابر با یه نصف 20 که میشه 10 با 2 تا میشه 12 تا فاصله اش، و قطعه آخر هم که مساحتش میشه 16 ضرب در 2 فاصله اش تا پایین یه 20 تا، یه 2 تا میشه 23 تا، نصف 2 هم که 1 میشه 22 و 1 میشه 23 فاصله اش میشه 23. مساحت کل مقطع همون اول حساب کردیم شد 76، پس ی بار شد 13 مومسته. خب ایاتون باشه NP شده بود چند؟ PAA شده بود 16، پس اون قبلی شده بود 16، یعنی MP بالاتر بود، PAA بالاتر بود که همون بحثی که ابتدا بهتون گفتم به این صورت اثبات شده، یعنی PAA بالاتر بود، 16 بود نسبت به پایین، یعنی رفته به این مساحت قسمت بالا نزدیکتر بود، پس این مورد هم اثبات شد. واسه اینکه اساس مقطع رو حساب کنیم بایستی مومان اینرسی حساب بشه. مومان اینرسی میشه مجموع 1 12 و بیل 3 به اضافه آدی 2 هستش که این سه قطعه رو در نظر میگیریم، 1 12 و 12 در 2 به توان 3 مومان اینرسی قطعه اوله. حالا خروج از مرکزیتش چقدره؟ خروج از مرکزیتش میشه آ ضرب داره خروج از مرکزیت 12 ضرب در 2 که مساحتش، خروج از مرکزیتش میشه این 13 و از 16 منای 1، منای 1 که اینجاست، این میشه خروج از مرکزیتش به توان 2 به اضافه قطعه وسطی که 1 12 1 ضرب در 20 به توان 3 به اضافه عادی 2 1 در 20 آ، و دی هم در واقع خروج از مرکزیت اینه، این فاصله از پایین برابر با 12 تاست و این فاصله کوچولویی که تا اینجا داره میشه 13 و 16 منای 12 که به توان 2 رسیده، و مومان اینرسی قطعه آخر هم میشه مساحتش که 16 ضرب در 2 هستش، 1 12 و 16 در 2 به توان 3 به اضافه آش که 16 در 2 هستش، و این فاصله ای که از اینجا تا اینجا داره میشه این فاصله کل از اینجا تا اینجا که 23 بود، که این 23 بود که اینجا داشتیم، منهای این 13 ممیز 16 اگر بشه تبدیل به این فاصله میشه که به این صورت 23 منهای 13 ممیز 16 میشه خروج از مرکزیت قطعه 3. ماینرسی به دست میاد، اساس مقطع میشه ماینرسی تقسیم بر دورترین فاصله از تار خونسا، چون کل ارتفاع بچه ها 24 سانت هست، ارتفاع این بالا 11 مثلا میشه 10 و خورده ای، پس دورترین فاصله از تار خونسا میشه 30. اساس مقطع هم برابر است با، حالا این اساس مقطع تو بعضی از محاسبات بایستی حالا چک کنیم ببینیم مثلا اینجا کششه یا اینجا فشاره، ممکنه اساس مقطع کششی فشاری جدا حساب بشه، ولی اینجا به صورت کلی چون نگفتیم که کجا کششیه کجا فشاریه، ما اساس مقطع رو به صورت مومان اینرسی تقسیم بر دورترین فاصله از تار خونسا لحاظ کردیم که شده 559.2، و لنگر تسلیم هم میشه تنش ضرب در اساس مقطع الاستیک، تنش تسلیم فولاد 2400 و اس ایکس هم که محاسبه شده 559.2 که حاصلش شده 1.342 ضرب 10 به توان 6 که یه 10 به توان 5 بهتون گفتیم اگر ازش کسر کنیم 1.342 ضرب در 2 بر حسب تن متر میشه که میشه 13.42 تن متر، که میبینید از MP چیه بچه ها؟ کمتره، شده 16.80 این MP هستش، و MY چقدر؟ 13.42 که این مشخص هستش. لنگر تسلیم اول محاسبه میشه و بعد اول لنگر تسلیم میرسیم و بعد به لنگر پلاستیک میرسیم. یه نکته ای که هست، ما به نسبت MP به MY میگیم ضریب شکل، ضریب شکل به این MP به MY میگن ضریب شکل، شیپ فاکتور، شیپ فاکتوری هستش که این ضریب شکل معمولا از یک، خب قاعدتا باید از یک بیشتر باشه، پس ما یه ضریب شکلی حالا بعضی وقتا تعریف میشه که حالا تو محاسبات ما خیلی نیست، پس ما یه شیپ فاکتوری داریم، اینو بد نیست بدونید. شیپ فاکتور فاکتور که معمولا حالا با K نشون میدیم، این K برابر است با M P به M Y که یه مقدار همیشه بزرگتر از یکی هستش. M Y چرا بزرگتر از یک هستش؟
چون ام پی از ام وای همیشه بیشتره، خود ام پی میشه اف وای در زد ایکس، یعنی ام پی خودش میشه اف وای تنش تسلیم ضرب در اساس مقطع پلاستیک، و تنش و لنگر تسلیم برابره با چی میشه؟ اف وای ضرب در اس ایکس، یعنی تنش تسلیم ضرب در اساس مقطع الاستیک. که حالا اف وای با اف وای ساده بشه، این حاصلش میشه اساس مقطع پلاستیک به اساس مقطع الاستیک. خب پس از اینم نتیجه میگیریم، چون این همیشه بزرگتر از یکه، بزرگتر از یکه، نتیجه میگیریم که اساس مقطع پلاستیک هم باعثی اساس مقطع الاستیک هم بیشتر باشه. که حالا چک هم کنیم اساس مقطع الاستیک چقدر شده؟ 559.2. تو زد چقدر شده؟ 700. پس زد هم از ام در واقع از اس ایکس بیشتر شده. این نسبت بچه‌ها، این نسبت نشون میده که در واقع ببین بچه‌ها، این نسبت هرچی نسبت نزدیک به یک باشه بهتره. این مفهومش چیه؟ اگر خیلی بیشتر از یک باشه، خیلی بیشتر از یک باشه معنیش اینه که در واقع بعد از تسلیم، چون بعد از تسلیم شروع خرابیه، ام وای شروع خرابیه بعد از ام وای، که دیگه شروع میشه هسته الاستیک در واقع ایجاد میشه، قسمت بالا و پایین بعد از ام وای تسلیم میشه، و بعد از ام وای در واقع خرابی شروع میشه تا به ام پی میرسه که دیگه خرابی کامل هستش. هرچی این دوتا نزدیک به هم باشن، یعنی نزدیک به یک باشه، این مقطع بهتری است معمولا، که نشون میده بیشتر ظرفیت مقطع در محدوده الاستیک قرار گرفت، تا حد ممکن این هسته الاستیکش رو حفظ کرده و کمتر به ام پی رسیده. مثلا در همین مثال، مثلا در همین مثال ما بخوایم که کار رو حساب کنیم، میشه حالا نسبت ام پی به ام وای، یعنی حالا قبلی چند شده بود؟ 16.80 به 13.42، 16.80 به 13.42 ام پی میشه 16.80 تقسیم بر 13.42. ببینیم یه مقطع آی شکل این حاصلش میشه چقدر. مثلا این رو با ماشین حساب میکنیم، 16.80 تقسیم بر 13.42 که میشه چقدر؟ 1.252، 1.252. این نشون میده که بعد از تسلیم 25% ظرفیت از بعد از تسلیم داخل مقطع ایجاد میشه، یعنی نشون میده که ناحیه الاستیک در حدود 75% ظرفیت ما در ناحیه الاستیک هستش. مثلا قبل از اینکه وارد محدوده پلاستیک بشه، خود تو همون محدوده الاستیک 75% کل ظرفیت اونجاست، یعنی در همون محدوده ام وای هستش. ولی وقتی که به ام پی برسه ما 25% به اون اضافه میشه. خب اینم بحثی بود که در مورد ام وای و ام پی داشتیم. بریم سراغ طراحی تیر با توجه به رابطه الارفتی. خب در الارفتی رابطه طراحی برای خمش مشابه همون چیزی بود که در کشش داشتیم، یا اینکه در فشار داشتیم. یه رابطه مشابه هم برای اعضای خمشی داریم، به این صورت، به این صورت که ضریب در واقع کاهش لنگر خمشی، که حالا بهش میگم فلکسچر استرنگ ریداکشن فاکتور هستش، ضریب مقاومت خمشی مقطع که همیشه 9/10، ضرب در ام ان که بهش میگن مقاومت خمشی اسمی، نامینال فلکسچر استرنگ با مقاومت خمشی اسمی، و ام یو هم که حد اکثر لنگر وارده به اون تیر هستش. که این از کجا اومده؟ از همون ترکیب بارها که یادتون باشه، مثلا ترکیب بار 1.4 بار مرده و 1.6 بار مرده و 1.2 بار مرده و به اضافه 1.6 بار زنده و بقیه ترکیب بارها ماکسیموم اونها میشه ام یو.
اگر در یه تیری این رابطه برقرار باشه، یعنی ظرفیت، یعنی اون چیزی که میتونه تحمل کنه کاهشش دادیم، ظرفیت کاهش یافته، اگر از بارهای افزایش یافته هم بیشتر بود، میگیم اون تیر اوکی است. پس این رابطه‌ای که میبینید این رابطه طراحی هستش که خدمتون میگیم. خب ما فعلا واسه این که این MN رو حساب کنیم داستان‌ها داریم، یعنی واسه این MN ما داستان‌ها داریم. بایستی در مورد ارزان بوزو فشرده بودن فشرده نبودن مقطع در موردش صحبت کنیم، دارای اتکای جانبی بودن یا اتکای جانبی نبودن بایستی صحبت کنیم. ولی الان برای مقاطعی که آیشه که ما این مواردی که الان عرض کردم اینا رو جلسات بعد خدمتتون میگیم، ولی الان میتونیم بگیم که واسه مقاطع آیشکلی که دو محور تقارن دارن، یعنی همین تیرهای IPE INP IPE که استفاده میشه و دارای اتکای جانبی باشه، حالا اتکای جانبی رو بهتون میگم چیه، این MN خیلی آسون برابر با MP میشه. یعنی MP شرط اینه که به MP برسه بایستی این دوتا شرط رو داشته باشه، یعنی مقطع نورد شده مثلا مثل IP INP اینها باشه که مشکل فشردگی نداشته باشه و دارای مهار جانبی به اندازه کافی باشه. خب بچه ها تیرهایی که معمولا در سقف ها استفاده میشه، چون ارزم بوز معمولا یه مقطعه، معمولا در ساختمان‌های مسکونی از این مقاطع مثلا IPE معمولا استفاده میشه در سقف ها، و در سقف ها هم این تیرهای IPE معمولا در دال سقف قرار میگیرن، پس مهار جانبی هم دارن. میتونیم بگیم که این شرطی که اینجا نوشتم تقریبا بچه ها همه تیرهای عادی رو شامل میشه. بنابراین ما در این جلسه بدون اینکه وارد پیچیدگی های محاسبه MN باشیم، چون اگر ما سازه‌ای داشته باشیم که سقفش در واقع سازه لخت باشه، سقف نداشته باشه، دیگه MN MP نمیشه اگر مهار جانبی نباشه. بازی بهتون بگیم که این MNش چجوری حساب میشه، چون حالتهای مد شکست تیر تغییر میکنه. من الان مثلا مد شکست رو بهتون نگفتم، یعنی مد شکستی که بهتون گفتم فقط در اثر خمش بوده، لنگر اینقدر زیاد شده که تا به MP برسه، این مد شکست خمشیه در واقع. ولی ما حالا جلسه بعد بهتون میگیم که در واقع ما مد شکست پیچشی رو داشته باشیم، یعنی تیر اگر به سمت در واقع خارج از صفحه خودش اگر آزاد باشه که تغییر شکل داشته باشه، علاوه بر شکست خمشی ممکنه دچار پیچش بشه و با یه نیروی کمتری خراب بشه، یعنی به این MP نرسه، به این MP نرسه، که این بحثا رو ما هفته بعد میگیم. پس اینجا ما داریم خدمتتون میگیم که برای تیرهای متعارف که IP INP و این داستان هاست و معمولا در دال صف قرار گرفته، راحت MN همین MP بود که الان حساب کردیم، تموم شد رفت. پس با همین چیزی که الان ما خوندیم، همین چیزی که تا در این جلسه گفتیم، تیر رو هم میتونیم برای خمش طراحی کنیم. پس تیر رو میتونیم برای خمش طراحی کنیم. نکته هم که هست اینه که مهمترین عامل طراحی تیر هم خمش هستش. خمش هستش. ما جلسات بعد بهتون میگیم که علاوه بر این که خمش رو در واقع طراحی کردیم، بایستی برشش هم چک کنید ببین کنترل میشه دیگه. برش کنترل میشه و بعد خیز و فرکانس هم کنترل میشه. خیز مهم هستش، ممکنه خمش راحت جواب بده ولی خیز جواب نده. این خیز جواب ندادن رو هم باز جلسات بعد بهتون میگیم. ولی کلن طراحی تیر چند تا گام داره. اول طراحی برای خمش که همین چیزی هستش که ما الان داریم میگیم، ساده ترین حالت ممکن طراحی برای خمشه، و بعد کنترل برش و بعد کنترل خیز و ارتعاش و اینها. این چند تا مرحله طراحی تیر هستش که ما فعلا تو این جلسه در ساده ترین حالت ممکن و صرفا برای خمش خدمتتون الان یک مثالی حل خواهیم کرد. خب بریم سراغ مثال. مثالی که اینجا داریم، مثال دوم، یک سقفی رو داریم، یه سقفی هستش با دو تا چشمه. در واقع ما یه سقفی که ما بین 4 تا ستون و 4 تا تیر اصلی قرار گرفته رو میگیم
یه چشمه، یک پنل. این یه پنل هستش و اینجا هم یه پنل دیگه هستش. ما دو تا پنل داریم که حالا دور تا دور این هاست تیرهای اصلی قرار گرفته، یعنی آبی تیر اصلیه، بیدی تیر اصلیه و این چهار تا تیر اصلیه. این ورم اینا هم تیرهای اصلی هستن و از این سمت، یعنی به این صورت، به این صورت تیرچه ها قرار گرفتن. اینجا تیرچه است، تیرچه های حالا مثلا فلزی هستش با مثلا یه سقف تیرچه کرومیتی هستش. تیرچه ها به این صورت قرار گرفته. ما بخوایم جهت تیرچه ها رو نشون بدید، کلن فقط با یه دونه فلش اینجوری نشون میدیم که میگیم که این جهت قرارگیری فلش در واقع تیرچه ها هستش که به این صورت قرار گرفته. خب ما توی این مسئله میخوایم تیر سی دی رو طراحی کنیم. تیر سی دی یعنی این تیر رو میخوایم طراحی کنیم با فرضیات زیر. ببین پس میخوایم مقطع تیر رو به دست بیاریم. مقطع تیر یعنی کدوم تیر هستش که جوابگویه. یه سقفی داریم که طولش از این ور 8 متر، این طول تیر خیلی زیاده، 8 یه دهانه 8 متری هستش و از این ور هم یه دهانه 4 متری و از این طرف هم یه دهانه 6 متری داریم. بار مرده 450 کیلوگرم بر هر متر مربع سقفه، یعنی این سقفه که اینجا میبینید 6 ضرب در 8 48 متره، 48 متر مربع است. هر متر مربع این 450 کیلو، 48 ضرب در مثلا فرض کن نیم تن میشه مثلا 20 تن فقط بار مرده این سقف، وزن فقط سقف تیرچه بلوک اینجا 20 تنه که این 20 تن هم حالا بهتون میگیم که این 20 تن نصفش به این تیر میرسه، تیر بالا میرسه، نصفش به تیر پایین میرسه. حالا تو راه حل اینا رو میگم. و این طرف هم 4832 تا مثلا 32 تا شما بفرمایید اینم 500 کیلوه، فقط بار مرده این حدود 15 تنش دوباره به این تیر این طرفی میرسه. پس ما یه 15 تنی هم از این ور از سقف بالا اون بالایی به این تیر سی دی داریم. تازه این چی؟ بار مرده است. 200 کیلو هم بار زنده است. ما تازه بارها رو به صورت بدون ضریب قرار نمیدیم، بارها رو زیاد میکنیم، بارها رو زیاد میکنیم که حالا نشون میدیم که بار افزایش یافته چقدره که از اون بار افزایش یافته میریم در واقع حد اکثر لنگر رو حساب میکنیم. همه تیرها رو با تکیگاه ساده فرض میکنیم، یعنی این تیر رو تیری که اینجاست فرض میکنیم که مثلا با در واقع اتصالش مفصلی، اینجا هم اتصال مفصلی، الان مثلا اتصال مفصلی تیر به ستون رو شما مثلا تیپاشت به صورت کلی رو در فولاد دو میخونید. ولی مثلا ببینید بچه تیری که مثلا با یه نبشی زیرش باشه در ابتدا، یه نبشی زیرش باشه ابتدا و یه نبشی هم اینور زیرش باشه، بهش میگیم اتصال مفصلی. یه نبشی زیر یه نبشی هم بالا که اون نبشی بالا نقش باربری نداره، نقش نگه دارنده است که اون بال بالایی بازی نکنه و وقتی که نبشی نشیمن داشته باشیم اتصال مفصلیه. پس فرض میکنیم این تیر اتصال مفصلی داره، دو سر مفصل هستش و یه همچین بارهایی بهش وارد شده. میخوایم چه کار کنیم؟ میخوایم ببینیم این چه فولادی از مقطع آی پی جوابگو هستش. میخوایم برای خمش این رو طراحی کنیم و ببینیم چه مقطع جوابگوی اون هستش. خب میریم سراغ حل. ببینید این تیر دو سر ساده است. ببینید این تیری که اینجا میبینید، این تیری که اینجاست، این تیر در واقع یه تیر دو سر ساده است که این تیر دو سر ساده، خب من اینجا شکل تیر رو نشون دادم، این تیر سی دی هستش، ولی چقدر بار روش هست، ما مقدار بار رو میخوایم حساب کنیم. همونجوری که عرض کردم وزن سقف چون تیر چه بلوکه، نصفش از این چشمه سی دی ای اف، نصف این چشمه، مساحت این چشمه به ستون سی دی وارد میشه و نصفش هم نصف وزن این چشمه آبی سی دی، نصفش که این قطع باشه باز به این ستون، به این تیر سی دی میرسه. پس ما یک این قسمت در واقع زرد رنگ رو داریم که اصطلاحا بهش میگیم مساحت باربر تیر، مساحت باربر تیر که عرض باربر اون چقدره؟ 5 متره. عرض باربر یه نصف 6 متر، نصف 6 متر که میشه 3 متر و نصف 4 متر که میشه 2 متر. پس کل عرض باربر چقدره؟ 5 متر. 5 ضرب در 8 میشه 40 متر. خب ببینید مساحت باربر میشه بی ضرب در ال، 5 8 تا میشه 40 تا. بنابراین و شدت بار
شدت بار نهایی، چون ما بار مرده رو گفتیم 450 و بار زنده هم 200، ما اینا رو به صورت عادی استفاده نمی کنیم، حالت نهایی رو به کار می بریم. حالت نهایی چجوری به دست میاد؟ 1.4 بار مرده به اضافه 1.2 بار مرده به اضافه 1.6 بار زنده، هر کدوم از اینا بیشتر بود رو حساب می کنیم. خب 1.4 450 به اضافه 1.2 450 به اضافه 1.6 200 که حاصلش میشه 860. پس ما نه 450 به کار بردیم نه 200 و جمعشون هم چقدر میشه؟ تازه 650. ما بار نهایی به کار میبریم که ضریبدار هستش، این در واقع WU هستش، که از این WU ما لنگر نهایی MU رو حساب میکنیم. پس ما نه 450 به کار بردیم که بار مرده بود، نه 200 به کار بردیم که بار زنده بود، بلکه ضریبدار اونها رو به کار بردیم که این بیشتر شده 1.2 450، 1.6 200 که شده 860 کیلوگرم بر هر متر مربع، که وزن یه متر مربع اینجا 860. پس وزن کل این سقف، وزن این قسمت زرد رنگ، مساحت قسمت زرد رنگ میشه مساحت کل، مساحت چشمه باربر ضرب در این بار نهایی که میشه IL، میشه BL در W، که این میشه چی بچه ها؟ این میشه وزن این، وزن این وزنی که به دست آوردیم که W است، اگر بخوایم تبدیل کنیم به بار گسترده چه کار میکنیم بچه ها؟ این وزن رو میخوایم تقسیم کنیم به طولش، تقسیم کنیم به طول. خب ما این وزن رو تقسیم میکنیم به طول که تبدیل به بار گسترده بشه. خب W پس میشه W وزن کل که BLW باشه تقسیم بر طول کل که L باشه، یه L با L ساده میشه، میشه B ضرب در W. ما قبلا توی بحث ستونها این رو هم گفتیم، نمیدونم گفتیم یا نه، ولی اینجا این نکته مهمی هستش بچه ها. توی تیرها بار گسترده تیر، بار گسترده خطی که به تیر وارد میشه چقدره؟ میشه وزن سقف، وزن متر مربع سقف که WU باشه ضرب در عرض چشمه بارگیر، عرض چشمه بارگیر. پس B ضرب در W همیشه میشه Q. پس این رابطه رو بچه ها، این رابطه مهمی هستش که بایستی بدونید. ما در تیر، ما میتونید شما الان تو حل مثال در واقع مسئله‌ای که ما بهتون میدیم، این تیر رو که میخواید ترسیم کنید سریع بگید که QAU یعنی بار گسترده‌ای که به تیر وارد میشه برابر است با چقدر؟ برابر است با این 5 متر ضرب در این W، ضرب در این W. یعنی نیازی نیست که اینا رو حساب کنید، حتی نیازی نیست IL رو حساب کنید، فقط W رو حساب میکنید. W رو که حساب کردید بعد از محاسبه W، یعنی در واقع از ترکیب بارها به دست میاد، بعد از اینکه این رو حساب کردید سریع بگید QU مساوی است با دیگه خط آخر رو فقط مینویسید، میشه عرض چشمه بار و 5 ضرب در این WU که میشه چقدر؟ که ضرب کردیم شده 4300 کیلوگرم بر متر. پس ما الان دیگه با این تیر سر کار داریم، یه تیر دو سر ساده ای داریم که بار گسترده اون 4300 کیلوگرم بر متر مربع است. ما بایستی لنگر ماکسیموم این تیر رو به دست بیاریم. خب یه تیر دو سر ساده از تحت بار گسترده، نمودار برش اون به این صورت هستش که حالا من به صورت کلی نوشتم چون تیر دو سر ساده است معمولا زیاد استفاده میشه، یه عکس العمل تکیگاهی که داره QU ضرب در L میشه برآیند این بار گسترده، نصفش به این تکیگاه میرسه QUL دوم و QUL دوم که نمودار برشش اول به اندازه این تکیگاه میره بالا و بعد خطی میاد پایین چون بار گسترده است، اینجا بار برش خطی میشه و QUL دوم میره بالا به اندازه این مساحت این قسمت سهمی میشه چون این خطی یه درجه بیشتر سهمی میشه و مساحت این قسمت میشه لنگر ماکسیموم که مساحت این قسمت میشه 1/2 QUL دوم ضرب در L دوم که طول هستش، مساحت مثلث میشه 1/8 QUL دوم. این رو دیگه اینم میتونید حفظ کنید که لنگر ماکسیموم تیر دو سر ساده میشه چقدر؟ 1/8 QUL دوم. یعنی این رو بدونید، یعنی نیازی نیست که نمودار برش خمش تیر رو ترسیم کنید. پس تو این مسائل اینجوری اگر تیر دو سر ساده بود نیازی نیست برش خمش رو ترسیم کنید، مگه اینکه حالا مثلا من خودم
شکل رو عوض کنم، بگم مثلا تکیگاه اینجاست. اگه تکیگاه اینجا باشه باعث برید نمودار برش خمش، مثلا از همون اول بگم آقا یه تیر اینجوری دارید، اگر یه تیر اینجوری داشته باشید باعث نمودار برش رو ترسیم کنید، نمودار خمش رو ترسیم کنید، ماکسیمم لنگر میشه ام یو، که اینجا ما تیر دو سر ساده است، رابطه ماکسیمم لنگر 1/8 کیو یو ال 2، کیو یو هم که الان حساب کردیم 4300، ضرب در طول دهانم که 8 متر به توان 2، این میشه 34400 کیلوگرم متر. این همه داستان که رفتیم بچه چی بود؟ ما ام یو لنگر حد اکثر تیر رو حساب کردیم تحت اثر بارهای ضریب دار، و از طرفی میدونیم که مطابق رابطه LRFT فی بی ام ان بایستی بزرگتر از ام یو باشه، فی بی هم که همیشه 0.9، چون این تیر مقطعش آی پی ای هستش و متقارن هستش، ما میتونیم ام ان رو مساوی و داخل دال سقف قرار گرفته و در واقع مهار جانبی هم داره، ام ان مساوی با ام پی، ام پی هم زد اف وای، پس به جای ام ان زد اف وای قرار دادم. خب فی بی که 9 معلومه، اف وای هم که 2400 معلومه، ام یو هم که الان 34400 داشتیم به دست اومد اینم معلومه، همه رو تو این رابطه جایگذاری میکنیم چی به دست میاد؟ زد به دست میاد. زد خب فی بی که 9 قرار دادیم، این فی بی 9 قرار دادیم، زد رو نداریم، اف وای 2400 کیلوگرم بر سانتی متر، اینجا این ام یو بچه‌ها کیلوگرم متره، ما این متر رو هم باید تبدیل کنیم به سانتی، سانتی متری، پس اینجا به جای اون متری سانتی متر قرار صدی ضرب کردیم، پس این طرف 34400 ضرب در صده که به علت اینه که این متر تبدیل به سانتی متر شد. چرا تبدیل سانتی متر کردیم؟ چون این 2400 کیلوگرم بر سانتی متر، این وادش سانتی متره، پس نتیجه میگیم زد هم بر اساس سانتی متر به دست میاد. خب از این رابطه ما این 9.2400 رو تقسیم بر این عبارت کنیم، زد به دست میاد. خب نکته بچه ها، زد مقدار زد توی جدول اشتال هست، پس ما از طریق جدول اشتال اولین مقطعی که زد اون بیشتر از این مقدار باشه رو انتخاب میکنیم، میریم جدول اشتال رو نگاه میکنیم. خب جدول اشتاله این مقاطع آی پی ای، زد چقدر به دست آوردیم؟ زد شده بود 1592.6. اولین مقطعی که زد اون از این 1592.6 بیشتر هستش رو انتخاب میکنیم. ببینید جدول اشتال، تو این جدول اشتالی که من فایل روش خدمتون دادیم یه ستون زد ایکس هم داره، اولین مقطعی که زد اون از 1500 بیشتره رو انتخاب میکنیم، که چی میشه؟ میشه این مقطع که شده چی؟ 1700. خب نگاه میکنیم میبینیم کدوم مقطع است که شده 1700. چند بچه ها؟ آی پی ای 450 است. پس آی پی 450، آی پی 450 زدش شده چقدر؟ 1701. پس ما اینجا آی پی 450 رو به عنوان مقطعی که زد اون از 1592 بیشتر هست انتخاب میکنیم و اینم نتیجه طراحی میشه. یعنی چی بچه ها؟ یعنی اینجا میتونیم بگیم که استفاده کنه، یوز، حالا این یوز بودن استفاده بشه الان نمیتونیم بگیم، ولی مقطع آی پی 450 این تیر در واقع برای خمش جوابگو است. البته واسه این که بگیم یوز بشه، فعلا استفاده بشه، بایستی برش و خیز و فرکانس هم ارتعاش بشه، چیز کنترل بشه، که ما اینها رو فعلا کنترل نکردیم و فعلا چیزی که الان بهتون گفتیم خمش بود که گفتیم. پس ببینید مراحل تر برای خمش اینجا خیلی آسون بود، یه ام یو حساب کردیم و از رابطه ال ار اف تی فی بی ام ان به جای ام ان ام پی قرار دادیم، یعنی زد ایکس اف وای، و ازش زد ایکس رو به دست آوردیم. پس توی مرحله اصلا، توی مسئله اصلا زد ایکس رو ما حساب نکردیم، زد ایکس مقدار مینیمومی براش به دست آوردیم، با توجه به این مقدار مینیموم زد ایکس، با توجه به جدول اشتال مقدار در واقع مقطعی که زدش از این بیشتر بود رو انتخاب کردیم و این نتیجه طراحی شد.